ابتدا بگم اغلب بحثایی که طی یکی دو هفته اخیر درباره انتخابات تو رسانه ها به خصوص رسانه های خارجی مطرح میشه مربوط به دیدگاه ها و مواضع اصولگرایان و اصلاح طلبان و اختلافات این دو گروه با هم دیگه، مخصوصا تبلیغ مواضع اصلاح طلبان بوده. انگار تو این کشور اصلا مقوله‌ای به اسم مردم وجود نداره، یعنی فقط حکومت کنندگان وجود دارن، از حکومت شوندگان و دیدگاه هاشون بحثی تا اونجایی که من دیدم تو یکی دو هفته تو کار نبود. گویی همه مردم باید تقسیم شن بین این دو یا سه گروه و به هر حال سهم یکی از اینا باشن. محدود کردن همه بحث انتخابات به چند صد نفر آدم که الان توی فهرست های این دو جناح قدرت قرار گرفتن، نادیده گرفتن مردم ایران. میانگین شرکت کنندگان در انتخابات در چند دوره اخیر زیر 50% بوده، میانگینش رو عرض میکنم. یعنی در بدترین حالت اگر همه کسانی رو هم که در انتخابات شرکت میکنند مرید قلبی و خالص این دو گروه و راه و روششون حساب بکنیم، بازم بالای 50% مردم این جامعه برخوردشون با انتخابات برخوردی سوای دعوای اصولگرایان و اصلاح طلبان و جناح‌های قدرتی. اولین نکته‌ای که من می‌خوام اینجا با صراحت بگم اینه که تو بحث امروز من با دعوای خانگی این دو تا گروه کاری ندارم. سطح بحث کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند بالاتر از سطح بحث مربوط به اختلافات اصولگرایان و اصلاح طلبانه و همه سرنوشت این کشور هم توی دیدگاه های این دو تا جناح و توی اختلاف و بحث این دو گروه با هم خلاصه نمیشه. بگذارید آب رو از سرچشمش برداریم تا آلودگیش کمتر باشه. انتخابات یه روش سیاسی است که با جنبش مشروطه و از بیرون و به طور مشخصتر از غرب وارد ایران شده. پیش از مشروطه ما نه مجلس داشتیم و نه انتخابات و نه این نهادها رو اصلا میشناختیم. نه در ساختار سیاسی قرون گذشته همون که استبدادی بوده است ردی از این مفهوم وجود داره و نه مثلا در فقه امامیه یا سایر مذاهب اسلامی. نهادی است محصول اندیشه سیاسی قرن و به ویژه برخواسته از این نظریه است که حق حاکمیت مردم منبعث از مردم و اراده مردمه و به همین دلیل هر گونه اقتدار سیاسی از مردم سرچشمه میگیره. نظریه‌ای که عمدتاً رهابرده انقلاب فرانسه است. پس بجاست وقتی امروز در این بحث از انتخابات صحبت می‌کنیم، معنیش رو از سرچشمش بگیریم و مبنای بحثمون روشن‌تر میشه کار قرار. خب در این مفهوم قرار حاکمیت تبلور اراده و خواست مردم باشه. به این ترتیب انتخابات در ساده‌ترین و کلی‌ترین بیانش اینه که چون حضور یا اجلاس انبوهه مردم برای تصمیم گیری درباره سرنوشت خودشون عملا ممکن نیست، این کار به وسیله نمایندگانشون صورت میگیره که تعدادشون کمتره و اجلاس و تصمیم گیریشون هم آسان‌تر. پس نمایندگانی که جای مردم میشینن و تصمیم میگیرن باید نمونه معرف کل و بیان کننده اراده عمومی مردم باشن. اما اینجا شما با نظامی طرف هستید که مسئولین تراز اول و تعیین کنندش و سیاست رسمیش صراحتاً از خودی ها و غیر خودی ها بحث میکنه و بینشون تفکیک قائل میشه. انقلاب نباید به دست نامحرمان و غیر خودی ها بیفته. غیر خودی ها نباید در جایگاه تصمیم گیری باشند. این منظماً و به طور مداوم تکرار میشه، بهش تاکید میشه، هممون در جریانش هستیم. جمهوری اسلامی در این زمینه بلا تکلیف و سردرگم نیست. موضع خودش رو به طور خیلی روشن و سریع اعلام میکنه. این بعضی از نیروهای بیرون قدرتن که بلا تکلیف و سردرگمند یا با خودشون و با مردم صداقت ندارن. به ترتیبی که گفتم تکلیف خودی ها و غیر خودی ها روشنه و راه های اونها مثلا جدا میشه. من میخوام اساس و ریشه این دو نوع برخوردی رو که با انتخابات وجود داره روشن کنم تا بتونیم دلیل هر کدوم از این دو تا برخورد رو بهتر درک کنیم. بلا قضاوت هایی که دربارش میکنیم بی اساس خواهد بود. توجه بفرمایید، حاکمیتی که خودش
بخشی از مردم جامعه رو غیر خودی و نامحرم اعلام و از مداخله و مشارکت اونها در تعیین سرنوشت جامعه جلوگیری میکنه، چطور انتظار داره همین غیر خودی ها در انتخابات شرکت کنن و به کسانی که مورد قبولشون نیستند رأی بدن؟ من اینو نمیفهمم. مثلا خیلی ساده است. اما از طرف دیگه شما خودی هایی رو هم دارید که در رقابت بر سر قدرت بادآورده و ثروت بادآورده دست اونها رو از قدرت کوتاه کردند و برای رسیدن به سهم بیشتر از کیک قدرت سیاسی تقلا میکنن. همانقدر که شرکت این خودی ها تو انتخابات برای به دست آوردن سهمشون، به دست آوردن دوباره سهمشون طبیعی است، عدم شرکت غیر خودی ها هم طبیعی است. ما درک میکنیم چرا دوستان اصلاح طلب در انتخابات شرکت میکنن و علاقه دارن تعداد هرچه بیشتری از مردم هم در انتخابات شرکت کنن، به شرطی که به اونها رأی بدن. من مایلم شنونده های این بحث به ریشه این مسئله توجه کنن. وقتی موضع روشن خود جمهوری اسلامی اینه که تو در تصمیم گیری راجع به امور کشور حق دخالت نداری، من در انتخابات چی کارم؟ هم حق دخالت ندارم، آنچه که فکر میکنم یا اون کسی که نمایندمه رو حق ندارم، جلوشو میگیرن، هم باید برم رای بدم، به کی رای بدم؟ این مطلب خیلی ساده است. وقتی برگزار کنندگان این مسابقه تصمیم گرفتن من تو این مسابقه نباشم، حضور قاچاقی بنده در مراسم وزن کشی چه معنی داره؟ مضحک‌تر من اینم اینجا بگم، رفتار یه دست که رفتن به عنوان داوطلب انتخاب شدن شرکت کنن، اونها رو راه ندادن و اون وقت برای سرگرمی خودشون یه سناریوی کوچکتر شبه انتخابات درست کردن به اسم انتخابات مجازی، یعنی ادای انتخابات رو در مقیاس کوچکتر بین خودشون در آوردن و ظاهرا در سایتی که برای این منظور به نام انتخابات مجازی را انداختن، اسم بنده را هم بدون اجازه و اطلاع خودم در کنار کسانی که هیچ گونه سنخیت فکری، هیچ گونه تشابهی به اونها ندارم گذاشتن. نگاه کردم دیدم خود اونها هیچ گونه سنخیتی با هم ندارن. آیا هیچ شکل جدیتر و واقع‌تر مبارزه سیاسی وجود نداره؟ یکی از جوابهایی که این دوستان اصلاح طلب میدن اینه که خب الان تلویحاً آقای گنجی داشت میگفت اینه که تو با شرکت و انتخابات بازی رو به هم میزنی و مانع میشی کار به اون صورت که برنامه ریزی کردن انجام بشه. اما به نظر من با معذرت دروغ اصلی و تخم فریب همین جاست، چون انتخاب ها قبلن صورت گرفته. فرقش اینه، انتخاب ها قبلن صورت گرفته، خاصیت شرکت کردن من فقط بارو بلدن آماره. پس من نیستم که در ابتدا تصمیم گرفتم رأی ندم. در میان اون کسانی که باید به اونها رأی داد هیچ کسی رو که نماینده من یا نزدیک به انتخاب من باشه باقی نگذاشتم. برای شرکت تو این دعوای گونگی خودی ها با هم دیگه، من غیر خودی چه کاره ام؟ آخه اینو چه جوری میشه با بقیه مقابل؟ معنی این و معنی این اصطلاحی که اخیراً باب شده که شرکت اعتراضی یعنی چی؟ چه جوری اعتراض کنم؟ برای من فرق نمیکنه. حالا توضیح خواهم داد که از این جناح یا اون جناح باشه، چون اون جناح هم در واقع دنبال سهم خودش از کیک قدرته، هدفش انتخاب شدنه. انتخابات و پارلمان براش یه وسیله نیست برای حاکم کردن ارای مردم. دوستان اصلاح طلب حق دارن و طبیعی است که بخواهن در انتخابات شرکت کنن، چون اونا خودی هستند و دعواشون هم بر سر سهمشون از کیک قدرته، نه بر سر مسائل و مشکلات جامعه و مردم. این قدرت هدف یا وسیله است؟ مبارزه سیاسی منحصر به انتخابات نیست. تو مبارزه سیاسی باید از همه امکانات، از همه روش‌ها و ابزارهای ممکن به اقتضای مورد استفاده کرد. علاوه بر انتخابات، جنبش‌های مطالباتی، تظاهرات سیاسی، اعتصابات کارگری، اعتصاب عمومی سیاسی، همون روشی که باش رژیم گذشته معالم سرنگون شد، همه اینها از روش‌های مبارزه سیاسی است که انتخابات و مجلس هم در کنار اینها یکی از این روش‌هاست. خواسته‌های گوناگون، کوچک یا بزرگ تو جامعه مطرحه و برای رسیدن به هر خواسته‌ای باید روش مناسب کار رو، حالا هر چی منحصر به انتخابات نیست، پیش گرفت. تحلیل مشخص از هر وضعیت مشخص نشون میده که در اون وضعیت تاکتیک‌ها و روش‌های مناسبی که باید اتخاذ کرد چه روش‌هایی است. انتخابات هم به عنوان یکی از روش ها، اما همراه با همه روش ها
و افزارهای ممکن دیگه مطرحه که بعضی هاشون رو اسم بردم. اما راه پیدا کردن به مجلس هدف نیست. بله همه جا دنبال قدرتن، برند تو قدرت سیاسی شریک شن، اما نه به عنوان هدف. در شرایطی میتونه یکی از وسیله ها باشه، اما از هفت اینو من میخوام بگم، از 76 به بعد رفتن به مجلس برای این دوستان شده هدف. باید یه معنی داشته باشه این رأی اعتراضی. وقتی من به نمادهایی که نماد سرکوبند رأی نمیدم، میرم به یک کسی دیگه باید رأی بدم. دو تا گزینه هم که بیشتر تو این انتخابات مطرح نیست. من میخوام بپرسم چرا اصلاح طلبان از همه انواع دیگه مقاومت وحشت دارن و باش مخالفت میکنن؟ که تعارف رو درواسی ندارد، هممون بودیم تو این جامعه بودیم و میشناسیم. به نظر من علتش اینه که اونها فقط دنبال تامین سهم خودشون و مزایای حاصل از شراکت در قدرتند. این تفاوتشه که همه دنبال قدرت هستند، اما این قدرت هدف یا وسیله است برای نمایندگی کردن خواستهای مردم. به همین دلیلم که هدفشون سهم خودشونه، باید همین شرایط فعلی رو به شرط تامین سهم خودشون توش حفظ کنن تا به این نتیجه برسن. اصلاح طلبان شده به اصطلاح احزابشون فقط ماشین شرکت در انتخابات. از روزی که اینها به وجود اومدند، جز به انتخابات به هیچ نوع فعالیت سیاسی دیگه فکر نکردن. جز انتخابات و سهمی که با انتخابات از قدرت ممکنه نصیبشون بشه، داخل این گروه هم هیچ نوع فعالیت سیاسی دیگه مورد بحث نبوده، باش آشنایی ندارن. گروه هایی هستن فصلی و موسمی، نه دائمی. در سرتاسر دوره 4 ساله یه انتخابات تا انتخابات بعدی این گروه ها غیر فعالند، فراموشند و هر 4 سال یه بار از چند ماه مونده به انتخابات باز آفتابی میشن. چون این به اصطلاح احزاب و گروه ها از ابتدا فقط برای انتخابات ساخته شده اند، چرا من رأی اعتراضی رو قبول ندارم؟ چون وقتی اون نمادها رو به قول آقای گنجی گفتم نه، مجبورم به اینا بگم بله، و الا مفهومی نداره، نمیفهمم پس شرکت اعتراضی معنیش چی میشه. چون این احزاب و گروه ها 2 خردادی رو عرض میکنم از ابتدا فقط برای انتخابات ساخته شدند، به درد مبارزه اجتماعی سیاسی نمیخورند. بی تعارف، این توهین نیست، امیدوارم به کسی بر نخورد. افزار مبارزه سیاسی نیستن، چون از اول برای این کار ساخته نشدند. اعضای اینا برای فعالیت سیاسی غیر از انتخابات تربیت نشدند، بلکه ماشین های انتخاباتی هستند که برای رفتن به مجلس و گرفتن یه سهم از قدرت و مزایای قانونی و غیر قانونی ساخته شده اند. به همین دلیل هم همین که این راه، یعنی برد در انتخابات، رو بروشون بسته شد، انگار که به وجود ندارن. اینا در حالتی هم که موفق بشن و سهمی نصیبشون بشه، چند تا فراکسیون پارلمانی هستند، نه حزب. معنای حزب و سازمان سیاسی و فعالیت سیاسی این نیست. اولا اینها با همه روش های مبارزه سیاسی غیر انتخابات مخالفند. به صرف رفتن به مجلس در همین چارچوب موجود میشه به آزادی و عدالت اجتماعی رسید یا نه؟ شورای نگهبان، فرماندهی کل قوا، قوه قضاییه، فرماندهی سپاه و ارتش، رادیو و تلویزیون و همه اهرم های نیرومند دیگر حکومت کردن، همه اینها به موجب قانون اساسی در دست جناح مخالفه. به موجب همون قانون اساسی که اصلاح طلبان ما میخوان در چارچوبش فعالیت کنند. ببینید، بحث کردن در مورد قانون اساسی، پرانتز باز کنم، هیچ ایرادی نداره، هیچ مشکلی نیست، چون تو خود قانون اساسی مکانیزمی برای تغییر و اصلاحش پیش بینی شده. یعنی این بحثی که میکنیم الان قانونیه. آنچه از این اهرم های قدرتمند که در دست جناح مقابل هست با سرکوب و با اعمال قهر نیامده، به موجب قانون اساسی اومده دستشون. اگر برای شما روشن نیست، من پایه هاشو در خود قانون اساسی بهتون نشون بدم. خب در زمینه تغییر این دوستان هیچ برنامه یا پیشنهادی ندارن. آیا فریب نمیدن خودشون رو؟ یا چون هدف غیر از رفتن به مجلس و استفاده از مزایای این شراکت ندارند، مصلحتشون اینه که این واقعیت رو ندیده بگیرن؟ سلطه جناح مقابل، من رو این تکیه میکنم، برخلاف القاعاتی که میکنن فقط از طریق قهری و اعمال قدرت نیست. این سلطه متکی به قانون اساسی است، یعنی به صراحت نص در قانون اساسی هست. این سلطه بر شورای نگهبان، این
سلطه بر قوه قضاییه، این سلطه بر فرماندهی نیروهای مسلح، بر رادیو تلویزیون، بر دیگران. شما میگید تو من چارچوب این قانون اساسی میخوام کار بکنم. مگر در گذشته این جناح در قدرت نبوده؟ مگر من و شما از کارنامه اونها خبر نداریم؟ همه مردم ندارن. حرف بنده اینه که مسئله مردم این جناح اون جناح نیست. من وقتی به این نماد هم بخوام بگم نه، آقای زرفشان ممنونم، 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 ممنونم،